آقای مهدوی آزاد این گفتگو رو با شما ادامه بدیم. مهمترین نکاتی که در صحبت‌های علی خامنه‌ای مطرح شد چه بود؟ حالا بخش فارسی سخنرانی آقای خامنه‌ای یکی از کوتاه‌ترین سخنرانی‌های او اساساً شاید بتونیم بگیم در سال‌های اخیر بوده. من نمی‌دونم این به خاطر وضعیت سلامتی آقای خامنه‌ای، شایعاتی که ما می‌شنویم، یا به خاطر مذاکراتی است که الان بین ایران و عربستان و بین ایران و آمریکا در جریانه و آقای خامنه‌ای نمی‌خواسته تنش درست بکنه، نمی‌خواسته مذاکرات رو به هم بزنه، نمی‌خواسته اعراب رو در واقع تحریک بکنه. به هر حال از مرداد سال 58 تا الان بیش از 40 روز قدس برگزار شده. همیشه یه زمانی اصلا آقای خمینی هم اول گفته بود که روز قدس فقط روز فلسطینی ها نیست، روزی است که بیرق جمهوری اسلامی باید در همه کشورها برافراشته بشه. همیشه هم یک سخنران رسمی در اون حرف میزنه و بسیار مواضع بسیار تندی بوده. این مواضع تند فقط علیه اسرائیل نبوده، در سالهای اخیر علیه اعراب بوده. الان ما دیدیم که فقط به اسرائیل حمله کرد آقای خامنه‌ای. حرف اصلی او همون چیزی که در سه دهه اخیر بارها تکرار کرده، میدونید، این که جهان غرب داره نابود میشه. یعنی اصلا یه تصویر واقعا حیرت آور، یه تصویر کاملا انتزاعی. همیشه تکرار میکنه، این فضا رو تکرار میکنه که جهان غرب داره نابود میشه، جهان اسلام خیلی داره موفق تر میشه و اتفاقات جدیدی افتاده، مردم گرایش های جدید پیدا کردن. 40 ساله که 30 ساله که هر سالی داره میگه گرایش های اخیری که ما پیدا کردیم به بیداری اسلامی، گرایش های اخیر نمیدونم فلان، افزایش تمایل مردم مسلمان. و در تمام این سده هم میگوید که کاری که ما باید بکنیم هم افزایی جهان اسلام، هم افزایی مسلمین هست، مثلا حول قدس یا علیه اسرائیل. منتها میدونید داستان از اینجا شروع میشه که شما موقعی که الان از اعراب یا سایر مسلمانان بپرسید، اکثریتشون میگویند بزرگترین عامل در خلاف جهت همافزایی مسلمانان ایران هست. یعنی موقعی که شما برید بغیر از یه تعدادی از گروه های شیعیان، نه همه شیعیان، بخشی از شیعیانی که نزدیکن و ارتباط ارگانیک دارن مثلا با حزب الله لبنان، هشت شعبی عراق یا حوثی های یمن، امت اسلام به صورت کلی و کلاسیک معتقد هست که این بازی‌های ایرانه که تنش‌های بین شیعه و سنی رو تشدید کرده، باعث اختلاف بیشتر بین جهان اسلام شده. و در رأس شما می‌بینید مسئله اسرائیل و عرب که اساساً یه مسئله عرب اسرائیلی بود، اساساً ربطی به ایران نداشت، الان تبدیل شده به مسئله ایران یک طرف و اون طرف عرب و اسرائیل. یعنی اونا تقریباً همه رفتن دیگه تو یک جبهه و جمهوری اسلامی در یک طرف دیگه مونده. آقای امیر، شما چه فکر می‌کنید راجع به صحبت‌های آقای خامنه‌ای؟ در بخشی از صحبت‌هاش به این موضوع اشاره کرد که جوان فلسطینی پیشتر با سنگ جواب می‌داد، الان با موشک داره جواب می‌ده. چه ارزیابی میشه داشت از این صحبت آقای خامنه‌ای؟ بله، اول باید بگم که دو نکته برای من قابل توجه بود در سخنرانی علی خامنه‌ای. نخست اینکه صداش نشون می‌داد که سالم نیستن، درست نیست، بیماری داره. دوم اینکه از روی نوشته میخوند و هیچ التهابی در سخنانش نبود و همون گونه که مهمانان پیشین هم گفتند جنبه تحریک‌آمیز شدیدی نداشت. ولی در مجموع میتونم بگم که این سخنانی خیال بافانه، تحریف شده و غیر منطقی و غیر مستدل بود. تمام آنچه که خامنه‌ای در این سخنرانی گفت یک یک میشه رد کرد و نشون داد که دروغه و درست نیست، فرضیابی‌هاش درست نیست. من به دو نکته اشاره بکنم. یکی اینکه برپایی دوباره کشور مستقل اسرائیل پس از 2000 سال آوارگی نتیجه بیداری ناسیونالیستی یهودیان در سراسر جهان به ویژه در اروپای شرقی و نتیجه کشتارهایی بود که پوگرومهایی بود که در اوکراین و بخشهای دیگری از روسیه و اروپای شرقی علیه یهودیان انجام میشد. این توطئه بریتانیا نبود، درست به عکس. تنها قومی که با حکومت قیم بریتانیا در این سرزمین مبارزه کرد و جنگ کرد یهودیان بودند و عرب با دولت انگلیس همکاری میکردن. سوم، آمدن و گفتن سخنان یهود ستیزانه ای مثل اینکه ثروت آمریکا و نمیدونم چی اتحاد جماهیر شوروی بود که اسرائیل رو به وجود آورد و بهش رای دادن، این به عکس نشون میده که هم جبهه غرب و هم جبهه شرق به صداقت راه
ملت یهود برای بازگشت به سرزمین پدری اعتقاد داشتن و اون رو پذیرفتن. یه نکته دیگر رو به خامنه ای باید یادآوری کرد. در سال 1947 مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای تصویب کرد که در اون بخش عمده این سرزمین گفتن که کشور عربی باشه و بخش کوچکترش رو گفتن کشور یهودی باشه. چرا یهودی و عربی؟ به خاطر اینکه در اون دوران واژه فلسطینی وجود نداشت. عرب اون رو رد کردن و گفتن ما به اسرائیل پوشالی حمله میکنیم و نابودش میکنیم و در اون جنگ شکست خوردن. بنابراین برپای کشور اسرائیل نتیجه توطئه نبود، بلکه نتیجه مبارزه ملی ملتی بود که 2000 سال آوارگی داشت و ایمان خود و حس تعلق به اورشلیم رو هرگز فراموش نکرد. یه نکته دیگر را اگر اجازه بدید، و اون مسئله این است که ما داریم قوی میشیم، اونها دارن نابود میشن و ضعیف میشن. ببینید کشورهای ضعیف امیرنشین عرب در خلیج فارس نبودن که با اسرائیل پیمان صلح بستن. اول کشورها مصر مقتدر و پس از اون اردن بود. ممنون از شما آقای امیر، به شما باز خواهیم گشت دوباره.